أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه وأتوب إليه. سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي من علينا بمحمد نبيه. صلى الله عليه وآله دون الأمم الماضية والقرون السالفة. اللهم فصل على محمد. اللهم صل على محمد. أمينك على وحيك ونجيبك من خلقك وسفيك من عبادك إمام الرحمة ومفتاح البركة. عباد الله أوصيكم ونفسي به تقوى الله. خداوند علی اعلی را بر توفیق حضور در مراسم نماز جمعه سپاسگزاری می کنم، خودم که از همه بیشتر محتاج و نیازمندم. همه شرکت کنندگان، خواهران و برادران را بر رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش می کنم. تقوایی که قرآن صامت و قرآن ناطق برای سلامت و سعادت ما و اون سفارش کرده و توصیه کرده که تقوا را حفظ کنین، با تقوا خودتان را محافظت کنید. امید است که در همه لحظات زندگی این مسئله مهم مورد توجه و دقت و رعایت قرار بگیره. در خطبه اول بحث کوتاهی پیرامون قرآن داریم و در خطبه دوم تذکرات را که الحمدلله شنیدین، باز هم برای استفاده بیشتر و بهتر از شبهای با ارزش قدر نکات را عرض میکنم و مسائل اجتماعی از موضوعات است که در خطبه دوم از باب وظیفه به اندازه که شرایط ایجاب میکنه به اونها خواهیم پرداخت. همه نمازگزاران و روزداران، مهمانان حضرت حق توجه دارن، ماه مبارک رمضان ماه تولد قرآن است، بهار قرآن است، ماه شناخت و بهره‌برداری و در واقع استفاده بردن از مائده آسمانی و از برکات قرآن است. از معصومین علیهم السلام روایت داریم، هر چیزی بهاری دارد، بهار قرآن ماه مبارک رمضان است. نکات را اگرچه همه عزیزان با قرآن انس دارند و از آغاز فهمیدن و خواندن و درک کردن ما موظفیم و مکلفیم با قرآن باشیم تا آخرین لحظات زندگی، باز هم از باب این که توجه به قرآن باعث بیداری ما میشه، این بحث را تذکرن پی میگیریم. آقا رسول الله فرمودن من اراد علم الاولین والآخرین، کسی که دنبال علم گذشتگان و آیندگان است، فلیثبر القرآن، قرآن را زیر و رو کند، دقت کند، تدبر کند. چیست این کتاب که اینقدر سفارش شده؟ یکی از اسامی این کتاب قرآن است، اگرچه اسامی متعدد داره، اما دانشمندان، پژوهشگران، محققان گفتند
در بین هم اسامی قرآن اون اسم که شهرت پیدا کرده به عنوان قرآن جامع‌ترین است. به تعبیر دیگر بهتر میتواند حقیقت قرآن را و عمق قرآن را منعکس کند، چرا که قرآن که به معنای جمع کردن است، به معنای جامع است، مردم که به سخن و به لغت عرب حرف میزنن وقت آب در جای جمع میشه میگن قرت الماء فی الحوض، آب در حوض جمع شده. قرآن به این اعتبار قرآن گفته میشه که اون چی در کتب انبیای گذشته بوده، در صحف آسمانی بوده، همه اونها را قرآن احتوا کرده، همه اونها را قرآن داره، به علاوه اضافات و برکاتی که در خودش هست، اون چی که در اونها بوده در قرآن هست. از این جهت قرآن قرآن میگن. نکته بعدی، نکته مهم این است که قرآن نقشه راه زندگی ما هست، نقشه راه زندگی انسانهایی که به سعادت فکر میکنن و در مسیر سعادت میخواهن حرکت کنن، نقشه راه قرآن است. دستور زندگی الهی قرآن است. و این قرآن که نقشه راه ما هست، یکی از ویژگیاش این است که در شب قدر نازل شده. انا انزلناه فی لیلة مبارکه شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. مجموعه این آیات کنار هم قرار داده بشود، قرآن در شب قدر نازل شده. یک بحثی هم هست که خب قرآن چطوری نازل شده؟ یک باره نازل شده یا نه تدریجا کم کم نازل شده؟ خب پیغمبر ما 23 سال بعد از بعثت خلاصه در قید حیات بودن، حیات فیزیکی، و الا پیغمبر الان هم که سالها از رحلتش گذشته، ما به عنوان یک باور در نمازمان به او به عنوان یک مخاطب سلام میکنیم، السلام علیک ایها النبی. حالا کل حال یک بخش این است که قرآن تدریجا نازل شده، یک بخش از آیات اینه میگه که قرآن کم کم آرام آرام نازل شده. و قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. در طول دوره رسالت پیامبر این قرآن کوتاه کوتاه نازل شد تا به مردم انتقال داده شود و به مردم رسانده شود. این یک بحث است. بله، تاریخ قرآن که مطالعه کنیم همینه، آیات مکی، آیات مدنی، مناسبت ها. اما قرآن یک نزول دفعی هم دارد، یک نزول یک باره هم دارد، و اون نزول است که خدا می فرماید ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم. اون نزولی که در اون آیه قبلی سوره مبارکه اسراء مطرح شد، اون نزول تدریجی است. اما نزول دفعی قرآن بر اساس روایات در شب قدر به پیغمبر نازل شد، که این از ویژگی های امت اسلامی است، از موهبت های خداوند بر مسلمانان است، و هیچ یک از امت های پیشین از شب قدر بهرمند نبودن، و طبق روایات این لطف الهی مخصوص جامعه اسلامی و امت اسلامی است. قرآن بزرگترین معجزه پیامبر اسلام است. همه انبیا معجزه داشتند. شطور حضرت صالح، خلاصه از معجزات خداوند در تبیین و در حمایت از برنامه های اون پیامبر الهی است، و همینطور سایر انبیای الهی،
همه انبیا معجزه داشتند، اما معجزه پیامبر گرامی اسلام قرآن است و این معجزه با سایر معجزات قابل مقایسه نیست. اگر اهل معرفت، اهل تحقیق دقت کنن، این حقیقت یک قضیه واضح و روشن است. به همین دلیل است که تا امروز این اعجاز ادامه داره و در آینده هم ادامه خواهد داشت. دلیلش این است که خدا به پیغمبر می فرماید اگر جن و انس با هم موافقت کنند و پشت هم دیگه بیستن، قل ان اجتمعت الانس والجن الا ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله، نمیتونن مثل قرآن بیارن. این دلیلش اینه که قرآن معجزه است و معجزه پیامبر است که تا پایان خلقت این پیامبر برای ابد خاتم الانبیا است و کتابش از این ویژگی برخوردار است. به تعبیر دیگر سخن گزافه نیست، سخن ادعا نیست. ام یقولون تقوله بل لا یؤمنون به فلیأتوا بحدیث مثله ان کانوا صادقین. شما که میگین این قرآن حرف خودته، ساخته خودته، برین مثلش بیارین، نمیتونن مثلش بیارن. در زمان نزول قرآن و تا امروز که این مبارزه و این در واقع تحدی ادامه دارد، کسی نتوانسته مثل قرآن بیاورد. پس قرآن معجزه پیامبر بزرگوار اسلام است و این معجزه ماندگار است تا آخرین روزهای زندگی بشریت. یکی از ویژگی‌های قرآن این است که کتاب هدایت است. واقعا کسانی که دنبال حقیقت و هدایت هستند، تنها وسیله هدایت قرآن است. به همین دلیل در بخشی از آیات می‌فرماید انزلناه الیک، یا رسول الله این کتاب رو به تو نازل کردیم برای چی؟ لتخرج الناس من الظلمات الى النور، تا مردم از تاریکی ها به سمت نور بکشانی. مخصوص مسلمان ها نیست، برای رسیدن به روشنایی برای همه انسان هاست، مخصوص مردم زمان نزول نیست. امروز هم قرآن افراد را که در مسیر روشنی قرار می گیرند و دنبال روشنی هستند می کشه. شما در برنامه ها می بینین، خیلی جالب است، خیلی زیباست که بعضی ها با شنیدن آیات قرآن، با ترجمه آیات قرآن به زبان مادریشان سمت قرآن آمدن و این جریان امروز ادامه داره. هدایت برای متقین است، به این معناست که با تقواها بیشتر از قرآن استفاده می کنن. قرآن هدایت برای همه بشر است. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدل للناس، کتاب هدایت برای همه بشریت است. بیش از این در این خطبه شاید فرصت نداشته باشیم بحث قرآن را ادامه بدیم، فقط یکی دو نکته از کسی که سخنش قرآن است و قرآن با اوست، او با قرآن است. علی مع القرآن و القرآن مع علی. حق که در قرآن به عنوان یک ناموس و به عنوان یک خلاصه هدف هدایت و نجات معرفی شده، فماذا بعد الحق الا الضلال، با علی علیه السلام و علی با حق است. علی مع الحق و الحق مع علی. یکی دو نکته از حضرت درباره قرآن لازم میدانم عرض بکنم. حضرت فرمودن ان هذا القرآن هو الناصح، قرآن اون نصیحتگری است، اون دلسوزی است. گاهی آدم از کسی
دلسوزی میبینه، اما گاهی هم از همون دلسوز یک چیزایی میبینه که انتظارش نداره، گاهی حرفی به نفع خودش میزنه. آقا امیرالمومنین فرمودن قرآن ناصحی است که لا یغش، هیچ تیرگی، هیچ ناسالمی در قرآن وجود نداره، برای همه دلسوز است، برای هدایت همه برنامه داره، وسعت برنامه هاش خیلی بالاست. والهاد الذی لا یضل، اون هدایتگر است که هیچ کسی اگر از این مسیر حرکت بکنه به سمت گمراهی نمیره، به حقیقت میرسد. والمحدث الذی لا یکذب، اون خبردهنده و گزارشگر است که هیچ دروغی و هیچ کذبی در اخبار قرآن وجود نداره. مؤمنین عزیز، هر چه در قرآن هست حقیقت است، اون چه که مربوط به عالم دنیا است، عالم برزخ است، عالم قیامت است. جالب است چقدر به ما انرژی میده. ما جالس هذا القرآن احد الا قام عنه بزیادت او نقصان، هر که در مجلس قرآن کنار قرآن بنشینه یک چیزی به او افزوده می شود، به او داده می شود و یک چیزی از او گرفته می شود. زیادتون فی هدا، هدایتش بالا میره، زیاد میشه. و نقصانون فی اما، کوری و کوردلی و تاریکی از زندگی انسان دور می شود. اگر در شبهای قدر این برنامه زیباره و ما یاد دادن که قرآن جلو رومان قرار بدیم، قرآن بالای سرمان قرار بدیم، اینا همش به خاطر این است که ارتباط ما با قرآن بیشتر بشه. اگر در ماه رمضان فرمودن بهار قرآن است، قرآن بیشتر بخوانین برای که این رابطه ایجاد شود، مستحکم شود و این رابطه باعث هدایت ما و نجات ما شود. امید است که بیش از روزهایی که پشت سر گذاشتیم، در این روزهایی که مونده از برکات قرآن استفاده بکنیم، و امیدی اون روزی که انشاءالله دستورات قرآن، برنامه های قرآن در سراسر زندگی ما، در سراسر جامعه بشری به چشم حقیقت و به واقعیت تبدیل شود و دیده شود. خدایا یکی از اخبار قرآن آمدن اون انسانی است که همه منتظر او هستند. و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين. خدایا به این خبر و به این گزارش با تعجیل به ظهورش جامعه عمل بپوشان. خدایا در این شبهای با برکت ما را مورد لطف خودت و نگاه اون عزیز قرار بده. خدایا با فرجش بر همه سختی ها و دشواری های جامعه بشری پایان عنایت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى علی امیر المؤمنین وعلى الصدیقه الطاهره وعلى الحسن والحسین وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد
و موسى بن جعفر و علی بن موسى و محمد بن علی و علی بن محمد و الحسن بن علی و الحجت الخلف الصالح ائمه المؤمنین. بار دیگر خودم و همه عزیزان را بر رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش میکنم. اگرچه بیشترین صحبتمان پیرامون شب قدر است که انشالله آماده میشیم برای بهره گرفتن از این فرصت استثنایی. قبل از اونه که مباحث شب قدر آغاز بکنم، پیشا پیش شب 19 ماه رمضان که شب ضربت خوردن آقا و مولامون امیر المومنین است، این مناسبت و این مصیبت را تسلیت عرض میکنم و همه ارادتمندان به قرآن و اهل بیت این بزرگ و این امید که محبتش وسیله نجات است و سرمایه کلانیست، انشالله که همه ما در این شب و در این مناسبت برای کافی و لازمه ببریم. قبل از اون یک نکتهی در باره مسائل کشور و مردم و جامعه عرض بکنم تا انشالله او بحثه که دنبال میکنیم دیگه فرصت برگشتن به این مباحث نیست. مشکلات جامعه افغانستان متعدد است، اما انتظار این است که مسلمان ها مخصوصا همسایه ها در جهت حل این مشکل ما را یاری کنند. ما هم به این امیدیم انشاءالله با تلاش، با دلسوزی، با تجربه که پشت سر گذاشتیم این مراحل را پشت سر بگذرانیم و حل کنیم و امیدواریم و یقین داریم انشاءالله این مشکلات حل میشه. ما در هر فراز و فرودی که بودیم اون چرا که پشت سر گذاشتیم تجربه است برای این که آینده بهتر داشته باشیم. در بین اخباری که در رسانه ها پخش شد، خب مسئله مهاجرت در همه کشورها کم و بیش است، اما متاسفانه کشور ما یک طوری خلاصه با این قضیه درگیر است که تقریبا پیوند خورده به زندگی مردم ما. من از سالهایی که یادم می آیه، از نوجوانی، از تقریبا دوران طفولیت، مسئله مهاجرت در کشور ما یک مسئله جدی بوده، توسعه پیدا کرده، مهاجرین ما بیشتر شده، دورتر رفتن. الله کلال یک قضیه است، بعضی کشورها اینطوری است، افغانستان هم از این کشورهاست. امروز کشور ما یکی از مشکلات مهمش اینه که مسئله بیکاری است. هم دولت خلاصه نوپا است. خب وقتی یک نظام تغییر میکنه یقینا این مشکلات داره. مسئله بیکاری، مسئله کمبود درآمد، مسئله جدی کشور ماست. این میطلبه که کشورهای همسایه، برادران مسلمان ما، برای حل این مشکل ما را یاری کنن، وظیفه‌شان را انجام بدن. اینه که بیاین برای سخت شدن، برای عمیق شدن این زخم برنامه ریزی کنن. کار یک برادر مسلمان نیست، کار یک انسان نیست. نباید منافع کشورها را با این قضیه دنبال بکنن. اینها نباید ابزار باشه. ما به عنوان یک جامعه اسلامی در کنار کشورهای اسلامی انتظارمان این است که مورد تفقد، مورد محبت، مورد دلسوزی قرار بگیریم. علی کل حال اخیراً در اثر تحولاتی که در بین کشور ما و کشور همسایه‌ها مخصوصاً پاکستان پیش آمده، اونها یک سری از مشکلاتشان از
ناحیه مردم ما و در واقع حکومت ما میدانند، مشکلات را که الان گرفتارن، مسائل انفجار، انتحار، خلاصه اتفاقاتی که اونجا میفته، اینها را از این طرف مرز میدانند. لذا دستور دادن، برنامه ریزی کردن که روند اخراج اجباری مهاجرین افغانستان، اونهایی که فاقد مدرک اقامتن، مجددن آغاز بشه. خب این یک واقعا مشکل جدی دیگری به وجود می آید. مردمی که در حال عادی الان گرفتارن، مشکلات کار دارن، مشکل درآمد دارن، بالاخره یک عده آدم از اونجا بدون برنامه، حالا متاسفانه گاییم بعد اخراج میشن، امکاناتشان گرفته میشه. خب برنامه طوری نیست که آرام و حساب شده حرکت بکنه. یک خانواده وقتی از یک کشور بدون برنامه منتقل میشه به یک کشور جدید، اونم یک رقم بالا، بالای 1,000,000، خب این سخته است. اونم به اشکالی که عرض کردم انتظارش نمیره. این یک قضیه است که ما انتظار داریم کشورهای همسایه این مسائل در جهت مسائل حکومتی، سیاسی وسیله قرار ندهند و وضعیت امنیتی که دچار مشکل است با تدبیر، با در واقع همفکری و با دوستی و همسایگی حل بکنن. درسته پاکستان یک کشوری است از نظر جمعیت کشور بزرگ، جمعیت فراوان، جغرافیای کوچک داره، مشکلات کار دارن، اونا هم مشکل اقتصادی دارن، اینا یقینا هست، اما دلیل بر این نمیشه که به یک عده مهاجر سختگیری شود. و همینجا لازم میدانم این نکته را عرض بکنم. حالا علی کل حال ما وظیفمان این است که این مسائل دنبال کنیم، بگیم، اونا هم باید بشنوند، اما اگر نشنیدن چه کار باید کرد؟ بالاخره مردم بر میگردانن. ممکن است همین کاری را که پاکستان انجام میده سایر کشورهای همسایه و کشورهایی که ما در اونجا مهاجر داریم انجام بدن. ممکنه یک روزی خلاصه کشورهای دورم انجام بدن. باید یک فکری بشه، یک برنامه‌ای باید داشته باشیم. تا او برنامه با وجود نیایه این مشکل حل نمیشه. کوتاه‌ترین راهش این است که یک تمهیداتی، یک برنامه ریزی میشه برای استفاده از این نیروها. بالاخره کشور نیاز به کار و تلاش داره. اونایی که تخصص پیدا کردن، اونایی که تجربه ای دارن، برای بهبود وضعیت کشور باید از اونها استفاده کرد. دیگه چاره ای نیست. همین ها در اونجا خب برای اونها فرصت بوده. کشورهایی که مهاجر پذیرفته، دلیلش یکی از ادلهش اینه که اونها نیرو لازم دارن. خب خیلی کشورها از این کانال وضعیت اقتصادی خوبی پیدا کردن. شرکت‌های داخلی را حمایت کنن، زمینه کار را به وجود بیارن، تولید بالا ببرن. دیگه راه وجود نداره. و الحمدلله امسال سرمایه ملی آب بارندگی الحمدلله نصیب کشور شد. واقعا اینا رو بیاییم مدیریت بکنیم. بخش تولید الان خیلی ما وابسته ایم، خیلی درگیریم. با حمایت، با برنامه ریزی میشه اینها رو مدیریت کرد. افغانستان از لحاظ اقتصادی هنوز جزو کشورهای فقیر است، جهان سومی است، وابسته است و بیرون باید یک تعامل صورت بگیره، یک خلاصه مدیریت درست انشالله صورت بگیره که بتوانه تا مدت و تا زمانی که مردم سر پای خودشان بیستن از امکانات دیگران استفاده کنن. و این راه حلش این است که اعتماد بیرون، اعتماد خلاصه کسان و
کشورهایی که حمایت میکنن اونها جلب بشه و موانع کار انشالله برداشته بشه. زیاد فرصت نیست، در آستانه شبهای قدر قرار داریم. شبهای قدر شبهای استثنایی است. در روایات داریم و همینطور در آیات قرآن هم داریم، شب قدر به اندازه 30,000 شب ارزش داره، 1,000 ماه. همونطوری که قبلا هم دوستان فرمودن، قلب ماه رمضان است. حالا ما چی برنامه ای داشته باشیم تا از این فرصت استثنایی استفاده بکنیم؟ به تعبیر دیگر چطوری میشه ما راه 30,000 شبه را در یک شب بپیماییم؟ این شب که این همه فضیلت داره برای این است که ما در این شب بهره ببریم، ما در این شب به هدف برسیم. برای این است که برنامه ریزی باید بکنیم و شبهای قدر بیدار بمانیم، احیا داشته باشیم، دعا بخوانیم. مهم این است که از این شب به چه شکلی باید استفاده بکنیم. نکات را عرض میکنم و انشاءالله همه ما آماده میشیم برای تجلیل و تعظیم و بهره بردن از این شب. شرایط را باید به وجود بیاریم که از این شب استفاده بکنیم. خیلی کوتاه عرض میکنم شرایط مطلوب برای درک شبهای قدر. بهترین شرایط کدام شرایطه؟ ما اگر فرصت ها را از دست بدیم باید غصه بخوریم. حالا شب قدر یک فرصتیه. اولین شرط برای این که از شب قدر خوب استفاده بکنیم، اخلاقمان عوض بشه، مشکلات زندگیمان عوض بشه، تربیتمان عوض بشه، اعتقاداتمان رشد بکنه، خودمان، فامیلمان، خانوادمان، در نتیجه جامعه و مردممان شرایط لازم داره. اولین شرطش این است که خودمان را و قلبهامان را و درونمان را از کینه خالی کنیم. عزیزان نمازگزار، همه تان می دانم برای شب قدر برنامه داریم و واقعا لطف الهی است که ما زنده هستیم و انشالله از برکات شبهای قدر بهرمند میشیم. یکی از شرایط قلبی ورود به شب قدر این است که سینه ها، دل ها را از کینه خالی کنیم. نسبت به هیچ مؤمنی، نسبت به هیچ مسلمانی کینه نداشته باشیم. دشمنی ها را کنار بگذاریم. بدبینی ها را کنار بگذاریم. کسی هم که به ما ظلم کرده بگیم خدا ما از او گذشتیم، از ما بگذر. این یکی از شرایط ورودشه. انس نقل میکنه میگوید ما در معذر رسول الله بودیم، حضرت فرمود که از این در یک کسی وارد میشه، یتلو علیکم الان من هذا الفجر رجل من اهل الجنه. از این قسمت یک کسی میآید که بهشتیه. در محضر پیغمبر اصحاب بودن، همه حساس شدن کیه که خلاصه وارد میشه و ای اهل بهشته. انس نقل میکنه یک کسی آمد وارد شد، سلام کرد، فتلع رجل من الانصار، یکی از مردم مدینه آمد، فبات عنده ثلاث لیالین. آقای انس میگه من دیدم پیغمبری رو اینجوری معرفی کرد که یه اهل بهشته. 3 شب میگه من در کنارش، در منزلش با او زندگی کردم، به عنوان رفیق مهمان رفتم. گفتم ببینم این چی ویژگی داره که پیغمبر فرمود این مرد بهشتی است. میگه اتفاقا دیدم نماز شبم نمیخوان، با اینه که نماز شب خیلی برکات داره، 2 رکعت نماز در دل شب بهتر است از دنیا و اونچه که در دنیاست. منتخب واجب نیست، از اون مستحبای معکده. علا کل حال می فرماید فلم یقوم حتی یقوم لسلات الفجر، فقط موقع نماز صبح بیدار می شود. من چیزی خاصی ازش ندیدم. بعد دلیل ماندنم و رفتنم رو مطرح کردم، گفتم که شما چرا خلاصه به این مقام رسیدی؟
معلومه بهش تفهیم کرده بود که پیغمبر تو را اینطوری معرفی کرده، گفت که من ویژگی خواستم اینه که لا اجد على احد من المسلمین فی نفسی غشن، من نسبت به هیچ مؤمنی کینه در دلم نیست. من مؤمن ترجمه کردم نه، لا اجد على احد من المسلمین فی نفسی غشا، من نسبت به هیچ مسلمان در دلم کینه ندارم، کدورت ندارم، ولا حسدن علا خیر اعطا الله، هر چی خدا به هر مسلمان داده من نسبت به او حسادت ندارم، نه با کسی کینه دارم نه با کسی حسد دارم. انس میگوید من فهمیدم، گفتم تو اگر به این مقام رسیدی به خاطر این است که کینه نداری، حسادت نداری. عزیزان نمازگزاران، شب قدر مهمه، اما باید به اینام توجه داشته باشیم، راه را باید پیدا کنیم. یکی از شرایط ورودی به این مهمانی امینه، این مهمانی با سایر مهمانی ها فرق داره. از روز اول مهمانیم، اوج مهمانیه، باید اینا را مد نظر داشته باشیم. روایات زیادی داریم که پیامبر فرمودن اگر کسی بعضی چیزها را رعایت بکنه، من یعنی خداوند قول داده که از او بگذره، یکیش دلسوزیه، یکیش خیرخواهی برای مسلمانان است. اینها اگر نباشه ما از شب قدر اونگونهی که باید استفاده بکنیم استفاده نمیتوانیم بکنیم. پیغمبر فرمود از لغزش های دیگران بگذرید تا خداوند از لغزش های شما بگذرد. تجاوز عن اثرات الخاطئین یقیکم الله بذالک سوء الاقدار، خلاصه شما اگر بگذرین از شما میگذرن. تجاوز عن ذنوب الناس یدفع الا عنکم بذالک عذاب النار، از گناهان مردم بگذرین خدا از شما بگذره، شما را از عذاب جهنم نجات عنایت کنه. امیدوارم که به این مسئله توجه داشته باشیم. یکی از شرایطی که میتوانه برای شبهای قدر ما کمک بکنه اینه که از خدا راضی باشیم. گاهی از زندگی ما ناراضییم، شرایط بعضی وقتا طوریه که آدم اونی که مد نظرش از فراهم نمیشه. البته خوب آدم با همه سختی ها بسازه و واقعا از زندگیش راضی باشه. در زندگیش مشکل شاید داشته باشه، اما با زندگیش باید مشکل نداشته باشه. گاهی اونم نمیشه. حالا اگر از خودمان، از شرایطمان ناراضی هستیم، از خدا راضی باشیم، شاکر باشیم. اگر با این روحیه وارد شبهای قدر نشویم ضرر میکنیم. انا زامن، پیغمبر فرمود من زامنم، ببخشید از امام حسن علیه السلام این روایت است، کسی که در قلبش از خدا راضی باشد خدا دعای او را مستجاب میکنه. بعض وقتا آدم ها گویی در اثر عدم معرفته یه چیزایی با خودشان فکر میکنه، خدایا من چی دارم، من در کجا هستم، اینا همش دوری از خداست. اگر واقعا با همه وجودمان از خدا راضی باشیم خدا لطفش بیشتر شامل حال ما میشه. امیدواریم که اینا را در نظر داشته باشیم. و بخش آخر که خیلی طولانی نشه و انشالله آماده بشیم برای شبهای امشب و شبهای دیگه، مخصوصا امشب، خب برنامه ریزی لازمه. انشالله مؤمنین مؤمنات به اندازه ای که نیاز هست استراحت کنن، برنامه ریزی کنن تا شب با حال خوش بتانن در مراسم شرکت بکنن. هر جا که هستن سیره اهل بیت هم همین بوده، حتی اطفال روز برنامه ریزی میکردن که برای بیدار ماندن شب خلاصه شرایطشان فراهم بشود. یکی از شرایط ورود به شب قدر اینه که با همت بلند وارد بشیم. تنها برای خودمون دعا نکنیم، مشکل خودمون مد نظر نباشه، مشکل همه بشریت، مشکل همه مسلمان ها،
اگر در شبهای قدر در هر لحظه ای که حال دعا پیدا میکنیم با همت بلند برنامه داشته باشیم خیلی تفاوت میکنه. یک دعا برای دیگران هزار دعای مستجاب برای خود ماست. در شبهای قدر با این هدف وارد بشیم که خدایا ما را از منتظران واقعی آقا قرار بده، خدایا فرج اون آقا را برسه، در فرج او در برنامه های او برای همه بشریت گشایش است. انشالله با این همت وارد بشیم. عزیزان من، این لطف بزرگ است که شامل عالمان شده. روایت داریم اکثر اکثر دعا به تعجیل الفرج، برای تعجیل فرج زیاد دعا کنین. فإن ذلک فرجکم، فرجکم در دعای برای تعجیل فرج گشایش کارهای شماست. فقط یک جمله عرض بکنم، بعض وقت آدم میفهمه این کار از خودش ساخته نیست، این کار مدیریت دیگرا باید کلانتر باشه، از خود آدم ساخته نیست. میدونه آدم گاهی یه کارهای خلاصه آدم هرچی توانمند باشه بعضی جواب نیاز پیدا میکنه، بعضی امور است که از ما ساخته نیست، باید یه کسی دیگری که توانش داره او مدیریت بکنه. اونی که مدیریت میتونه آقای ماست. این را به عنوان یک راهکار عرض میکنم، به عنوان یک خلاصه نقشه را عرض میکنم. در این شبها با همه وجود برای تعجیل فرج آقا دعا بکنیم تا انشالله مشکلات ما حل بشه. به همین دلیل است که در دعاها به ما یاد دادن با همت بلند وارد بشویم و اینطوری دعا کنیم: واجعلنی من احسن عبیدک نصیبا عندک و اقربهم منزلتا منک و اخصهم زلفتا لدک. خلاصه ما از بهترین ها باشیم، از نزدیکترین ها باشیم تا بتوانیم کارهای بزرگتر و بهتر را انجام بدیم. انشالله که آماده شوین برای استفاده از این شبها. آخرین نکته را که عرض میکنم، وقتی وارد شب قدر میشیم فقط همینه بگم، فکر نکنیم ما کاری کردیم در زندگی ما. با دست خالی، با کشکول خالی وارد میشیم. اگر توفیقی هم داشتیم خلاصه او را در نظر نگیریم، اونا خودشان لطف کردن. اگر کار خیلی از ما سرزده باشه، هیچ خوبی ارزشی برای خودمان قائل نباشیم. این دعاها خیلی زیباست. یک بزرگی میفرمود وقتی آدم با دعا انس پیدا میکند، گویا اون امامی که این دعا از او نقل شده، اون معصومی که دعای معصور از او نقل شده، پیغمبر ائمه معصومین، او تربیت ما را به عهده میگیره. همونطوری که الان مثلا خلاصه یه بچه در مکتب است، معلمش تربیتی او را به عهده گرفته، در حوزه است استادش به عهده گرفته، در هر جایی که چیزی یاد میگیره وقتی آدم با دعا انس میگیره، صاحب دعا، اون کسی که او دعا را خلاصه از زبانش در بارگاه الهی عرضه داشته، او تربیت ما را به عهده میگیره. در این موضوع از امام سجاد علیه السلام این دعا را نقل کردن و این عبارت نقل شده: و رفع باطن کفیه الی السما، از رد کفای دستش به سمت آسمان بلند میکرد، و جعل یقول، حضرت می فرمود سیدی سیدی هذه یدای قد مددتهما الیک بذنوب مملوله. خدایا این دست ها رو می بینی؟ این دست ها خالیه، این دست ها پر از گناه به سمت تو بلند شد. با این روحیه انشالله وارد شب قدر بشیم. خدایا ما چیزی نداریم، دست خالی میاییم، دست خالی هستیم، اما انتظار اینه که دست خالی بر نگردیم. از همه عزیزان التماس دعا داریم انشالله که شبهای با برکت قدر انشالله زمینه باشد برای آشنایی ما با خداوند، رابطه ما با خداوند، و انشالله
حل مشکلات جهان اسلام، حل مشکلات مردم مظلوم غزه و فلسطین و کشورمان افغانستان، انشاءالله جلب برکات الهی در همه ابعاد. خدایا ما را از فیوزات و برکات این شبهای بزرگ بیش از پیش بهرمند بگردان. توفیق ورود، توفیق حضور در این مهمانی و در این فرصت استثنایی نصیب هممون بفرما. خدایا پیشا پیش عاجزانه از بارگاهت در این لحظات استجابت دعا طلب میکنیم. الله طلب میکنیم. اللهم عجل لولیك الفرج. اللهم عجل لولیك الفرج. اللهم عجل لولیك الفرج. وارزقنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.